در آغاز رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان قهرمانان آسیا میزبانی استقلال در ورزشگاه قلعه حسن خان با زمین چمنی نامطلوب واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. در همین رابطه همراه هستیم با همکارم علی امادی که از لس آنجلس همراه ماست. علی، برامون میگی از این واکنش‌ها؟ مهتاب، تو ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، خب تماشاچیان بازی استقلال القرافه تو ورزشگاه قلعه حسن خان شعارهای تندی بر علیه مسئولین دادن و وضعیت چمن، زمین چمن این ورزشگاه رو در واقع بهش اعتراض کردن و اون رو واقعا مایه آبروزی دونستن. به غیر از اون، یه سری هوادار هم که خب به دلیل ظرفیت محدود این ورزشگاه نتونسته بودن وارد بشن، قبل و بعد از بازی این ادعای مسئولین جمهوری اسلامی تو همکاری با قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 رو یادآوری کردن و گفتن که کسانی که حتی از برگزاری مسابقه ساده در مرحله گروهی لیگ باشگاهی آسیا عاجز هستن، چه دروغایی میگفتن و چه ادعاهایی میکردن و اونا گفتن که جالبه که هنوز هم همشون در مسند قدرتن. شدت این آبروریزی به زعم رسانه‌های حتی داخلی به حدی بود که بازیکنان تیم القرافه، رسانه‌های منطقه، شبکه‌های تلویزیونی که خب این مسابقه رو پخش می‌کردن، به وضعیت بعد میزبانی در ایران اشاره کردن و وقتی عکس ستاره اسپانیایی القرافه منتشر شد که اون در حال عکس گرفتن یا حالات تمسخر زمین چمن بازی داره نشون میده، از بازی داره، زمین بازی داره عکس میگیره، یعنی وقتی خوسلو با خنده از اون چمن خراب عکس یادگاری گرفت، و یا وقتی که یه روز قبل از این دیدار موقع تمرین رسمی تیم القرافه به دلیل قطع برق ورزشگاه اونها مجبور شدن، یعنی تیم القرافه بازیکناش مجبور شدن تو نور کم و غیر استاندارد تمرین کنن، زمانی که با انفجار ترانس برق تاسیسات ورزشگاه دو تا کارگر که کار میکردن زحمت میکشیدن دچار سوختگی میشن و آمبولانس مستقر در ورزشگاه از ارائه خدمات به اونا سرباز میزنه، وقتی تا پیش از بازی خطکشی دور زمین چمن ورزشگاه قلعه حسن خان تکمیل نشده، داور بازی به خطکشی ها ایراد میگیره و یک ساعت قبل از شروع بازی کارکنان مجبور میشن که اون ماشین رنگرزی رو بیارن وارد چمن زمین کنن و خطکشی های زمین مسابقه رو دوباره رنگ کنن. خب رامین رضاییان بازیکن استقلال ستاره این تیم بعد از بازی مجبور میشه از باشگاه القرافه قطر خب با شرایط نامطلوب زمین مسابقه عذرخواهی بکنه. موضوعی که خیلی جالب تر هست این هستش که علی پور بازیکن پرسپولیس که رفته تو جده بعد از شکست 1-0 پرسپولیس مقابل الاهلی عربستان مصاحبه میکنه و با مقایسه شرایط اون کشور با وضعیت بعد ورزشگاه ایران از آبروزی بعدی در میزبانی پرسپولیس از تیمای کشور همسایه ابراز نگرانی میکنه. علی مطهری یکی از واکنشا بود، نایب رئیس قبلی مجلس شورای اسلامی، این میزبانی رو مایه سرافکندگی میدونه. علی مطهری تو مسابقه گفته نمایش همزمان زمین فوتبال جمهوری اسلامی تو قلعه حسن خان و زمین فوتبال عربستان در جده توسط صدا و سیما، که خب این بازی ها همزمان شروع شده بود و در دو قاب نشون میداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفته مایه شرمساری هستش. واقعا این تصاویر چمن ورزشگاه که مشاهده میکنید میبینید که چقدر خراب هست. گفته عجیبه که پارسال تو همین روزا با همین مشکل مواجه بودیم و این مسئله دوباره تکرار شده. جالبه به زعم کارشناسا، کسانی که تو مجلس و دولت سالها حضور داشتن هیچ کاری برای ورزش نکردن، از تصویب حق پخش تلویزیونی کوتاهی کردن، با نهادهای زیر نظر بیت رهبری همراهی کردن، از افزایش بودجه ورزش کشور در واقع جلوگیری کردن، برای اصلاح قوانین دست و پاگیر باشگاه‌داری خصوصی هیچ طرح و نظری نداشتن یا هر طرح و نظری رو باش مخالفت کردن، حالا حتی تو مبارزه با فساد در فوتبال که این همه سر صدا کرده هیچ کاری رو پیش نبردن، تازه به هر وزیر ورزش هم که از بالا سفارش شده اعتماد دادن، این کارشناسا میگن چطور اینا ابراز تعجب میکنن. به هر حال تا چند ماه دیگه که ورزشگاه 50 ساله آزادی آماده نشه، که امروز ساعتی پیش آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش گفته که تا انتهای آذر ماه یعنی تا پایان پاییز این ورزشگاه رو میخواد آماده بکنه و گفته که این بازی تو ورزشگاه قلعه حسن خان در شأن فوتبال و شأنیت ایران نبود. به هر حال باشگاه استقلال پرسپولیس و تیم ملی باید تو ورزشگاه غیر استاندارد مسابقه بدن. حالا بعد از این همه آبروریزی آستان قدس رضوی تو مشهد قبض نشون میده که ورزشگاه امام رضا برای استفاده تیم ملی فوتبال باشگاهی تجدید آماده پذیرایی هست، به شرطی که اتفاقات دیدار سه سال پیش ایران و لبنان نیفتند. مدیر کل ورزشگاه استان خراسان گفته که دلیل اینکه مشهد شورای تامینش مخالفت میکنه به خاطر خاطره بعدی که از بازی ایران لبنان داره، یعنی زنان به ورزشگاه نیان تا نیروی انتظامی مجبور نشن از اسپری فلفل استفاده کنن. به هر حال رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امسال با بالا رفتن سطح مسابقات لیگ نخبگان و لیگ دو هستش که استقلال پرسپولیس بازیشون رو دیروز انجام دادن، استقلال 3-0 برد القرافه رو، پرسپولیس 1-0 در اهلی شکست خورد در عربستان، امروز هم ساعت پیش دقیقه پیش سپاهان 2-1 نتیجه رو به الوحدات اردن
واگذار کرد. مهتاب تشکر میکنم. آزاد علی امادی همکارم در لس آنجلس.